سلام وقت بخیر سجاد قابل هستم یک توسعه دهنده کسب و کار و عاشق دیجیتال مارکتینگ قرار در خدمتتون باشم با آموزش سرچ کنسول از سری آموزش های مجموعه برادرس سرچ کنسول یکی از با اهمیت ترین و ساده ترین ابزارهای گوگل برای بررسی سایت در نتایج سرچ گوگل محسوب میشه به عنوان شخصی که قرار مارکتینگ و یا سئو کار کنه و یا شخصی که وب مستر یک سایت و یا سایت شخصی خودشو داره شما باید پایه ترین ابزار گوگل رو که سرچ کنسول هست حتما یادش بگیرید به کمک سرچ کنسول ما اطلاعات خیلی زیادی میتونیم به دست بیاریم در رابطه با سایتمون صفحات سایتمون و کلمات کلی که افراد مختلف توی گوگل سرچ میکنن ما میتونیم محتوامون رو بر حسب سرچی که مخاطب‌ها ها میزنن و اطلاعاتی که سرچ کنسول از این سرچ ها به ما میدن آپدیتشون کنیم یا میتونیم صفحات سایتمون رو به سرچ کنسول معرفی کنیم تا سرچ کنسول تو نتایجش اونا رو بیاره یا همینطور وقتی که شما سایتتون رو یا اون صفحتون رو میسازین ادیت میکنین ممکنه یه سری مشکلاتی در زمینه برنامه نویسی یا خطاهایی پیش بیاد برای اون صفحه سایت فرزن این صفحه ممکنه یه سری خطاها داشته باشه سرچ کنسول اون خطاها رو به ما میده و کلی اطلاعات و آمارهای زیاد دیگه ای که ما از طریق سرچ کنسول به دست میاریم مثل تعداد افرادی که سایت ما رو در نتایج گوگل دیدند و یا روی سایتمون کلیک کردند میانگین یا وضعیت رتبه صفحاتمون در نتایج گوگل مقایسه تک تک آمارهای سایتمون به لحاظ مقایسه صفحات مقایسه کلمات کلیدی و کلی اطلاعات دیگه که از طریق سرچ کنسول میتونیم به دست بیاریم در مجموع سرچ کنسول هر اطلاعاتی رو تا قبل از اینکه کاربر از طریق گوگل وارد سایت ما بشه رو در اختیارمون قرار میده و همینطور صفحات سایتمون رو به صورت کامل از دید خودش بررسی میکنه و اگر خطایی داشته باشه به ما اطلاع میده تا اون صفحه رو آپدیت کنیم خب در رابطه با این دوره بذارید خیالتون رو راحت کنم ما قرار تمام موارد مربوط به سرچ کنسول رو به ساده ترین شکل ممکن آموزش بدیم سرچ کنسول خودش واقعا یک ابزار ساده است تنها چیزی که نیاز داره اینه که شما حتما باید تمرین کنید وگرنه به خاطر سادگیشه که شما مباحث رو فراموش میکنید و یا تسلط کافی رو به دست نمیارید این دوره مناسب افراد حرفه‌ای نیست مگر اینکه بخوان مروری داشته باشن بر مباحث سرچ کنسول اما به شدت مناسبه افراد مبتدی و افرادی که به تازگی میخوان وارد دنیای دیجیتال مارکتینگ و سئو بشن و همینطور دوستانی که خودشون سایت دارن و میخوان سایتشون رو مدیریت کنن و یا مدیران مجموعه ها که میخوان بدونن تیم سئوشون در حال انجام چه کارهایی هست مناسبه خب بیا شروع کنیم با یک مقدمه و بعد بریم سراغ نصب سرچ کنسول بعد از اینکه شما سایتتون رو زدید طراحی های اولیه انجام شد محتواهای اولیه رو بارگذاری کردید اون زمان بهترین زمان ممکن است واسه اینکه شما سایتتون رو به ابزار سرچ کنسول متصل کنید تا سرچ کنسول شروع کنه به جمع اطلاعات در رابطه با سایتتون جمع اطلاعات منظور همون داستان کلمات کلیدی و رتبه صفحاتتون در گوگل هستش فقط من رو این جمله تاکید میکنم قرار نیست به محض اینکه شما سایت رو زدید به سرچ اضافه کنید اونو نه اصلا چون تغییرات هم دارید اجازه بدید تا سایتتون بیاد بالا هر طراحی به لازم ظاهر چینش اینا که داشتید اینا رو انجام بدید یک سری محتواهای اولیه رو بارگذاری بکنید و بعد شروع کنید به اضافه کردن سایتتون و ابزار سرچ کنسول برای جمع آوری اطلاعات پس بهترین کار ممکنه برای شروع کار اینه که شما اگر دارید با وردپرس کار میکنید همون اول بزنید تا کسی گوگل سایتتون رو نبینه اگر هم سایت شخصی باز هم صفحات رو باید نو no ایندکس کنید تا گوگل دسترسی به اون نداشته باشه بعد از اینکه محتوای اولیه‌تون منظور از محتوای اولیه چینش سایتتونه و شاید دو تا محتوا اینا همه که آماده شد شما سایتتون رو به گوگل معرفی میکنید سایت و صفحاتتون رو تا گوگل اونا رو تو نتایج خودش نشون بده بعد از معرفی سایت و صفحاتتون به گوگل زمانی که یک کاربر کلمه کلیدی که شما مد نظرتونه توی گوگل سرچ بزنه احتمال این هست که در صورت رقابت کم سایت شما صفحه شما توی نتایج گوگل دیده بشه اما اگر رقابت توی این حوزه بالا باشه زمان خیلی زیادتری میبره و کارهای خیلی بیشتری نیازه که انجام بدید و داستان هم به این صورته که به محض اینکه شما سایتتون رو به سرچ کنسول اضافه کنید سرچ کنسول شروع میکنه به جمعآوری اطلاع در رابطه با صفحات سایتتون وضعیت صفحات سایتتون و ارزشگذاری برای صفحات سایتتون و همینطور کلمات کلیدی مرتبط با اون صفحه تا اون صفحه رو توی گوگل نشون بده و این اطلاعات رو هم در اختیار شما قرار میده فرزن اگر شما محتوایی در رابطه با روز جهانی کودک بنویسید و فرض میکنیم بعد از اینکه سایتتون رو و اون صفحه رو به گوگل معرفی کردید و خوشانس بودید و رقابت کمی بود تو صفحه اول میایین پس گوگل توی آمارش به شما نشون میده که این صفحه روز جهانی کودک شما توی نتایج گوگل دیده شده فرض کنید هزار بار دیده شده و حدوداً پنجاه نفر روی اون کلیک کردن حالا فرض کنید شما یک صفحه ندارید شاید در آینده این تعداد صفحتون به صد تا 200 تا و یا تا ها صفحه برسه و اون زمانی که شما اطلاعات به شدت با ارزشی دارید به خصوص اگر زمانی از اون گذشته باشه اطلاع 16 ماه سه ماه چون سرچ کنسول این اجازه رو به شما میده که بدونید در طی یک بازه زمانی چه تعداد بازید کلیک و یا رتبه داشتید توی صفحات سایتتون و کلمات کلیدی جنبندی کنیم اگر قرار یک سایت اینترنتی داشته باشیم و یا متخصص سئو و مارکتینگ باشیم سرچ کنسول یک ابزار الزامی برای ماست ابزاری که کمک میکنه به بهترین شکل ممکن در نتایج گوگل حضور داشته باشیم ارورهای صفحات سایتمون رو از دید گوگل بهمون میده و اطلاعات فوق با ارزش و زیاد دیگه ای رو در اختیارمون می‌ذاره در ادامه مراحل نصب سرچ کنسول رو با هم دیگه میریم. اما برای تمرین یک اکسل از صفحات با ارزش سایتتون و کلمات کلیدی که توش رتبه دارید آماده کنید و بنویسید تا بعد از نصب سرچ کنسول متوجه ارزش سرچ کنسول بشید و اگر سایتی ندارید یک سایت آزمایشی بسازید یک سری محتواهای اولیه بذارید تا بعد با همدیگه اون سایت ها رو به سرچ کنسول وصلش کنیم تا شروع به جمعوری اطلاعات بکنن همینطور سایت خودتون هم اگر تا الان محتوا در رابطه با اون تولید می کردید و تا به حال به سرچ کنسول اضافه نکردید گزینه خیلی خوبیه و یه نکته هم بگم برای دسترسی به سرچ کنسول نیازی که شما حتما ادمین اون سایت باشید تا دسترسی داشته باشید و سایت های دیگر رو ما نمیتونیم به سرچ کنسول متصل کنیم امیدوارم که موفق باشید بریم سراغ نصب سرچ کنسول روی سایتمون. در میگم سایتمون. یعنی چی؟ یعنی ما باید به عنوان ادمین به اون سایت دسترسی داشته باشیم. ما نمیتونیم سایتی که برای ما نیست رو به سرچ کنسولش دسترسی داشته باشیم. ما فقط میتونیم سایتی رو به سرچ کنسولش دسترسی داشته باشیم یا سرچ کنسول اون رو نصب کنیم که ادمین اون سایت باشیم. چون زمانی که میخوایم سرچ کنسول رو نصب کنیم گوگل از ما میخواد تا اکانتمون رو وریفای کنیم یعنی یه سری قطعه کدها به ما میده که باید اونا رو یا توی هاست سایتمون یا توی کتهای سایتمون قرار بدیم تا به گوگل اثبات کنیم که ما ادمین این سایت هستیم که میخوایم سرچ کنسول رو نصب کنیم دو تا نکته میگم بعد بریم سراغ نصب سرچ کنسول نکته اول برای اینکه بخوایم سایتمون رو به گوگل معرفی کنیم تا توی نتایج سرچ گوگل بیارتش روش های مختلفی وجود داره مثلا ما میتونیم بیایم آدرس سایتمون رو توی یک سایت دیگه ای لینکش رو بذاریم تا زمانی که ربات های گوگل دارن اون سایت رو بررسی میکنن سایت ما رو هم ببینن و از اون طریق وارد سایت ما بشن یا راه آسان تر اینه که سرچ کنسول رو نصب کنیم و خودمون سایتمون و صفحات جدیدی که تولید محتوا می‌کنیم رو به سرچ کنسول معرفی کنیم نکته دوم بهترین زمان مناسب برای نصب سرچ کنسول روی سایتمون زمانیه که ما سایت رو طراحی کردیم تمامی تغییرات روی سایت رو انجام دادیم محتواهای اولیه ای سایت رو بارگذاری کردیم منظورم از محتواهای اولیه ای سایت چینش دستبندی ها ساختار اولیه سی او و برخی محتواها و مقالات رو گذاشته باشیم خیلی ساده فرض کنید که میخواید یه فروشگاه یه مغازه بزنید خب باید اون مغازه رو یه سری محتوا یا جنس توش بچینید دیگه و بعد مشتری بیاد گوگل هم همینطوره شما سایتتون رو بزنید چینشش رو انجام بدید منظورم دیزاین و رو انجام بدید یه سری محتواهای اولیه قرار بدید تو سایتتون و بعد سایتتون رو به سرچ کنسول معرفی کنید وصل کنید و به گوگل بگید که بیاید حالا سایت ما رو ببینید این زمان بهترین زمان معرفی سایت به سرچ کنسوله و یادتون باشه اینکه شما وقتی سایتتون و صفحاتتون رو به سرچ کنسول دارید معرفی میکنید در واقع دارید به گوگل میگید که صفحات سایتتون رو توی نتایج گوگل نشون بده بریم سراغ نصب سرچ کنسول کافیه که توی گوگل سرچ کنید سرچ کنسول روی لینک اول کلیک کنید شما وارد صفحه توضیحات در مورد سرچ کنسول میشید خلاصه است دوست داشتید میتونید بخونید ویژگی های سرچ کنسول رو گفته دکمه استارت رو بزنید خب بذارید همینجا یه نکته دیگه رو هم بگم برای نصب سرچ کنسول شما نیاز به یک آدرس ایمیل دارید پیشنهاد میدم برای سایت های شرکتی یا مجموعه هایی که کار میکنید و یا حتی سایت خودتون یا ایمیل مجزا بسازید و ایمیل شخصیتون رو به سرچ کنسول وصل نکنید و بعد گزینه استارت رو بزنید اگر ایمیلتون رو قبلا توی مرورگرتون وارد کرده باشید مستقیما وارد این صفحه میشید که ازتون میپرسه میخواید به چه روشی سرچ کنسول رو نصب کنید و اگر ایمیلتون رو تا حالا وارد نکرده باشید اول ازتون میخواد که وارد یک ایمیل بشید به یک ایمیل لاگین کنید و بعد مراحل نصب سرچ کنسول رو برتون میاره خب دوستان حواستون رو یه خورده جمع کنید این قسمت یه کوچولو توضیحات داره و ممکنه که گیج بشید ولی خیلی ساده است و خب حتما باید این مبحث رو بدونید در واقع جزء مواردیه که باید بدونید میخوایم در رابطه با انواع آدرس ها توی اینترنت صحبت کنیم و بعد در رابطه با این دو روش نصب سرچ کنسول میبینید ما میتونیم به روش دامین یا یو سرچ کنسول روی سایتمون نصب کنیم یه سری تفاوت های خیلی کوچیکی داره که این دو مورد رو هم بهتون میگم اولین مورد راجبه انواع آدرس ها صحبت میکنیم توی اینترنت زمانی که یه سایت رو سرچ میزنید فرزن فرادرس روی سایت کلیک میکنیم میخوایم راجع به آدرس های سایت ها صحبت کنیم به آدرس سایتش نگاه کنید فرادرس.org دوباره روش کلیک میکنم تا آدرس کاملش نشون بده https فرادرس.org آدرس های اینترنتی توی گوگل شکل های مختلفی دارن یا آدرس اینترنتی میتونه به این شکل باشه یا میتونه به این شکل باشه فرق اس داشتن و نداشتن توی مبحث SSL سایته که آیا فعال هست یا نه یا میتونه به این حالت با W و یا HTTP به این شکل باشه خب این چهار تا آدرس با همدیگه فرق دارن اگه ما این آدرس رو کپی کنیم و اینجا بزنیم به نکته توجه کنید آدرس شد https بدون w خب این رو بیایید کپی کنیم http و این رو بذاریم دقت کنیم دوباره آدرس شد https faradars.org اصلا هم به این اتفاق میگن داره ریدایرکت میشه سایت ها تمام این چهار تا آدرس رو سایت فرادرس داره هدایت میکنه به سمت آدرس faradars.org این کاریه که شما هم حتما باید انجام بدید و خدا را شکر رو اگر که سایت وردپرسی دارید خود وردپرس دیفالت این کار رو واسه انجام میده و اگر هم نه سایتتون رو از بیس نوشتید کافیه فقط به برنامه نویسیتون بگید تا این ریدایرکت ها رو انجام بده هرچند که به صورت پیشورز برنامه نویس ها همیشه این ریدایرکت ها رو انجام میدن خب این آدرس ها چه تفاوتی با هم دیگه روی بحث آمار گرفتن ما برای سایتمون دارن؟ گوگل میگه که اگه آدرس سایت شما https .org ببینید تو روش های مختلفه خوبه که اینجا اینم توضیح بدیم اگر که ما سایتمون رو به روش URL prefix بخوایم اد کنیم ببینید نوشته https دو نقطه و خب یعنی چی میگه آقا آدرس سایتتون رو کامل وارد کنید این یعنی اینکه اگر ما بخوایم به این روش اطلاعاتی درباره سایتمون داشته باشیم باید آدرس سایتمون رو هر کدوم از اینا هست به صورت کامل وارد کنیم اگر این نوع آدرس ما میتونیم کامل وارد کنیم و ادامه بدیم اگر به این صورت اینطوری هم میتونیم نصب کنیم اما ناقص نمیتونیم ثبت کنیم چه اتفاقی میفته اگر شما در حالت URL یکی از این آدرس ها رو وارد کنید مشخصا گوگل فقط به شما آمار صفحاتتون رو میده که مخاطب توسط این آدرس ها وارد اون شده این یعنی چی؟ یعنی اگر سایت فرادرس HTTP شو ریدایرکت نکرده باشه و من بعد از اینکه توی گوگل سرچ کردم فرادرس به اینکه از طریق https http باشه و وارد فرادرس بشم توی نمودارهای سرچ کنسول نشونش نمیده چرا چون ما فقط اون دسته بندی رو انتخاب کردیم انتخاب کردیم که فقط https ها رو به ما نشون بده این یکی از ویژگی های url prefixه اما توی روش دامین به این صورت نیست توی روش دامین میگه که شما آدرس سایت رو فقط وارد کنید faradars.org من تمام URL ها رو به همراه ساب دامین ها بهت آمارش رو میدم یعنی هیچ تفاوتی نداره که از HTTP بیاد یا www باشه اینا همه برای من هیچ فرقی نداره من اطلاعات اینا رو تماما جمع میکنم و بهت میدم یادتون باشه توی بحث سو اهمیت بالایی داره که شما حتما یک آدرس در نهایت داشته باشید یعنی تمام این چهار تا ریدایرکت بشه به یک آدرس تفاوت دوم بین این دو مورد زمان استفاده شه ببینید تو این روش میگه که من تمام اطلاعات رو بهتون میدم یعنی اگر که فرادرس آدرسی به این صورت داشته باشه blog. فرادرس.org اطلاعات این بلاگ رو هم اینجا بهش میده اما تو این روش نه تو این روش اگه بخواید اطلاعات بلاگ فرادرس رو داشته باشید شما باید جداگونه بلاگ رو هم به همون روش یعنی HTTP نقطه و بعد آدرس رو به صورت کامل اضافه کنید تا بتونید اطلاعات مربوط به قسمت یا دامین فرادرس رو هم داشته باشید هر دو روش گزینه های خیلی خوبی هستند و اطلاعات کاملی بهمون به میدن که خب ما ترجیحاً روش دامین رو برای نصب به طور معمول انتخاب میکنیم اما روش URL آر به خصوص زمانی که شما میخواید فکر کنید سایت فرادرس رو دارید و میخواید قسمت بلاگ فرادرس رو جدا آمارش رو داشته باشید کلا میخواید این سفر رو یه آمار دیگه ازش داشته باشید بذارید من یه نمودار سرچ کنسولم بیارم تا یکم واسه واقعی تر باشه خب ببینید یه نمودار سرچ کنسول ما آمار ورودی کلیک و خیلی چیزهای دیگه از سایت رو میده دیگه درسته خب ما فرض کنید میخوایم آمار خود فرادرس رو سایت فرادرس رو به صورت کامل جدا داشته باشیم و آمار بلاگ فرادرس رو هم کلا جدا داشته باشیم اون زمان میم جداگونه اینا رو اد میکنیم اونم به روش یو انگار آدرس بلاگ فرادرس این رو به این صورت اد میکنیم مراحل رو میریم اضافه میشه و دوباره همین آدرس رو ORG رو این رو هم به این صورت ادش میکنیم اینجوری ما میتونیم کاملا جدا از هم فقط اطلاعات این دامنه رو داشته باشیم در یک ابزار سرچ کنسول و اطلاعات این بلاک داد رو هم در یک ابزار سرچ کنسول دیگه در واقع در یک ایمیل و جدا از هم دیگه داشته باشیم تا بتونیم تحلیل بهتری از این دوتا روش به دست بیاریم یا هم میتونیم تمام این موارد رو در قالب یک مورد یک دونه اصطلاح هم میگن پراپرتی که جلو جلوتر بریم آشنا میشید هر اکانتی که شما اضافه کنید هر سایتی که اضافه کنید یک پراپرتی حساب میشه پس توی روش دامین شما تمام اطلاعات دارید توی روش یو میتونید جدا کنید از هم دیگه معمولا برای سایت های متوسط رو به بالا و بزرگ حتی روش دامین میتونه بهترین گزینه باشه اما بعضی از سایت های خیلی بزرگ میان اینها رو جدا از هم میکنن تا اطلاعات خیلی بیشتری بتونن به دست بیارن و حتی چون امکان این هست که شما هم به روش دامین سایتتون رو اضافه کنید و اطلاعات جمع وری کنید هم به روش یو این امکان هست و یه سری اطلاعات خیلی کوچیک هستن که دامین میده اما یو نمیده و برعکس یه سری اطلاعات هم هستن که یو میده و دامین نمیده این اطلاعات خیلی کوچیکه سایت های خیلی بزرگی که ممکنه سایت فردرس هم همین طور باشه میان از هر دو روش برای جنوری اطلاعات استفاده میکنن تا بتونن آمارهای خیلی بهتری به دست بیارن اما واسه ما و به خصوص برای شروع بهترین گزینه ممکنه میتونه خود روش دامین باشه و یا روش فرادرس با وارد کردن این آدرس که قبلش حتما ریدایرکت ها رو انجام داده باشید. نصب سرچ کنسول به روش اول یعنی روش دامین کافیه تو گوگل سرچ کنید سرچ کنسول تا به این صفحه برسید استارت رو بزنید تا این صفحه واسمون باز بشه برای اد کردن سایتمون به روش دامین همین طور که خود گوگل گفته آدرس سایتمون رو باید وارد کنیم بعد یه نکته که من بگم این آدرس سایتی که در حال حاضر وارد کردیم و هاستی که گرفتیم یک آدرس تستیه که برای آموزش ما برخی ها ازش استفاده می کنیم و هیچ محتوایی نداره یه وردپرس خامه حتی یک تکسفه خامه اما شما زمانی باید سایتتون رو اضافه کنید که حداقل تمام طراحی انجام شده باشه و یه محتوای اولیه‌ای داشته باشید. پس این آدرس صرفا یه آدرس تسته. شما حتما سایتتون که تقریبا تکمیل شد و یه سری محتوا داشت اقدام کنید به اضافه کردن. خب آدرس سایتتون رو وارد کنید. گوگل یه سری کد به ما میده و ازمون میخواد که این رو توی هاست سایتمون قرار بدیم. خب شما احتمالاً برای سایتتون یا دارید از دایرکت ادمین استفاده میکنید یا سی پنل و برخی موارد هم ممکن است سی ها استفاده کنید ما دایرکت ادمین و سی پنل رو میگیم به این نوشته زیاد توجه نکنید اصلا کار سختی نداریم فقط کافیه که وارد هاستتون بشید و سرچ کنید DNS management و این گزینه رو پیدا کنید اگه منوی هاستون کماکان قدیمیه دقیقا میخوایم طبق آموزش خود گوگل بریم ما اصلا کار سختی قرار نیست انجام بدیم خب گوگل میگه که اد ریکورد رو بزنید یه فایل تکست ریکورد تایپمون تکس باشه و این کد رو به عنوان مقدار وارد کنید خب وارد شد و اد میزنیم تمام شد و حالا این سمت میتونیم ما گزینه وریفای رو بزنیم و تمام سایت ما دامنه ما به سرچ کنسول اضافه شد به دور از هر پیچیدگی این کار اصلا سخت نیست به همین آسونی بود که دیدید فقط یه سری نکات داره نکته اول اینکه ممکنه تا 24 ساعت هم ممکنه زمان ببره نکته دوم این که اگر از CDN استفاده می کنید نیاز به تغییرات بیشتری هم روی CDN تون دارید اکثر سایت ها از CDN استفاده نمی کنند CDN مثل کلاود خب این هم از نکات و اگر که درست همه موارد رو وارد کنید قطعا به مشکل نمی خورید. خب این از طریق دایرکت ادمین بود حالا برخی از دوستان که سی پنل رو دارن برای اد کردن سایت از طریق سی پنل کافیه که از قسمت دامینز زون ادیتور رو پیدا کنید بقیه شما من از روی یه فایل میرم خب وارد زون ادیتور که شدید از قسمت منیج اد ریکورد رو بزنید نوع تکست رو دوباره انتخاب کنید و توی قسمت نیم آدرس سایتتون رو به این صورت وارد کنید فرزن today is .ir. آدرس سایتتون رو به این صورت وارد کنید تو قسمت ریکورد این مقداری رو که گوگل اینجا بهمون به داد وارث کنید و اد رو بزنید بعد از این کار کافی بیاید این سمت و دکمه وریفای رو بزنید اد کردن به روش دامین به همین سادگی بود و یکی از بهترین روش هاست چون تمام موارد رو شامل میشه برای یک سایت از ساب دامین ها گرفته تا HTTPS و HTT پی اما اگر که بخوایم آدرس ها رو جداگونه داشته باشیم یا حتی ساب ها رو جداگونه داشته باشیم از URL آر استفاده می کنیم جدای از اینکه اگر توی بحث ریدایرکت ها درست وارد کرده باشیم میتونیم اینجا هم آدرس کامل رو بزنیم یعنی همین مقدار رو به این صورت وارد کنیم تا دقیقا همین اطلاعات رو شاید با کمی تفاوت داشته باشیم و این هم دامنه ای که ما اضافه کردیم به عنوان یک پراپرتی هر دامنه ای که اضافه میکنیم به عنوان یک پراپرتی توی سرچ کنسول در واقع محسوب میشه تبریک میگم شما توی اولین قدم تونستید وارد محیط سرچ کنسول بشید و از اینجا به بعد دیت های سایتتون شروع میشه به جمع شدن و جمع کردن که میتونید از این طریق اطلاعات خیلی زیادی در رابطه با سایتتون به دست بیارید نصب سرچ کنسول به روش دوم یعنی URL Prefix کافیه که تو این قسمت آدرس سایتتون رو کامل وارد کنید یعنی HTTP و برزن todayis.ir yeah. www رو هم باید بزنید اطلاس به کامل ثبت بشه بعد از این کافی فقط روی قسمت کانتینیو کلیک کنید تا مراحل رو بره. توی قسمت قبلی یکی از قسمت ها ما به روش دامین اد کردیم دوستانی که روش دامین رو اد کردن قبلا و داشتن اگر بخوان دوباره به روش URL آر پریفیکس سایتشون رو اد کنن فرزن میخوان اطلاعات مازادی از سایتشون بگیرن کافیه که از این قسمت ات پراپرتی رو بزنن توی سرچ کنسول ما میتونیم تعداد زیادی پراپرتی از یک سایت داشته باشیم فرزن یک پراپرتی داشته باشیم که به روش دامین ات کردیم که تمام اطلاعات سایت رو جمع وری میکنه یک پراپرتی داشته باشیم که به روش URL پریفیکس ات کردیم که فقط اطلاعات قسمت بلاگ سایت و ساب دامینه بلاگ سایت رو جمع آوری میکنه و یه دونه پراپرتی هم داشته باشیم باز هم به روش URL prefix که آدرس های HTTP رو جمع آوری میکنه خب پس برای کسانی که قبلا سایتی داشتن کافیه که از این قسمت اد پراپرتی رو انتخاب کنن و آدرس سایتشون رو یا اون قسمتی از سایت ساب دامین سایتی که میخوان اطلاع جمع آوری بشه تو این قسمت وارد کنن خب HTTPS برزن بلاک today is و continue چون ما یک بار قبلا سایت رو اضافه کردیم و به گوگل ثابت کردیم که ما ادمین این سایت هستیم بدون اینکه دوباره مراحلی از ما بخواد سایتمون رو تایید میکنه و اد میشه به این قسمت نکته دوم اینکه این صفحه رو میبینید بعد از اد شدن کاملا خالیه دلش اینه که باید صبر کنید تا اطلاعات در رابطه با سایتتون جمع بشه و قرار نیست که یهو این قسمت رو شما بیایید و کلی اطلاعات ببینید خب برای دوستانی که اولین بار میخوان سایتشون رو با حالت URL Prefix اد کنن آدرس سایتشون رو کامل وارد کنن آدرس اصلی سایتشون رو و کانتینیو خب گوگل چند تا روش به ما برای اد کردن سایتمون اضافه کردن سایتمون به سرچ کنسول میده یکی روش HTML فایله که با هم میریم و دومی HTML تگه که با هم حتما میریم توی روش اول اصلا کار سختی رو قرار نیست انجام بدیم گوگل یه فایل به ما میده اونو دانلود میکنیم و به ما میگه که این فایل رو آپلود کنید توی مسیر اصلی سایتتون پس کافی دوباره وارد هاستتون بشید فایل و از قسمت فایل منیجر این فایل رو توی مسیر اصلی سایتتون قرار بدید وارد پابلیک HTML میشیم و توی این مسیر میتونید بکشید و فایل رو بذارید یا فایل رو کپی کنید هیچ تفاوتی نداره خب این از این و وریفای رو میتونید بزنید تا تاییدتون کنه روش دوم روش HTML تگ هستش که گوگل یک متا تگ به ما میده و از ما میخواد که اینو توی هد سایتمون قرار بدیم تا بتونه اونو بخونتش اگر که سایتتون رو از بیس نوشتید میتونید این کد رو به برنامه نویستون بدین تا واسطتون تون کنه اگر هم سایتتون وردپرسی هست میتونید با افزونه یاست از اون استفاده کنید و این کدو بذارید و یا با استفاده از وردپرس اونو اد کنید برای این کار وارد سایتمون میشیم از قسمت نمایش ویرایش پوسته و اگر هم بخوایم با افزونه این کارو بکنیم سه او رو انتخاب میکنیم ابزارهای وب مستر خب HTML تگ تگ رو کپی میکنیم اینجا زده کد تاییدیه ای گوگل اینجا فایل رو میذاریم یه چیز رو خیالتون تخت کنم یا بهتر باش آشنا بشیم این که ما موتورهای جستجوی مختلفی داریم بایدو، بینگ، یاندکس و گوگل اینا موتورهای جستجویی که برای کشورهای مختلف یا شرکت های مختلف که مشهور ترینشون گوگل کافی این کار رو بکنید و ذخیره تغییرات رو بزنید یا اینکه ویرایشگر پوسته این قسمت یه خورده احتیاط نیاز داره هده رو پیدا کنید و توی هد سایتتون کد رو بذارید و برجرسانی رو بزنید خب ما از این قسمت ثبت رو میزنیم بعد از این کار کافیه که گزینه وریفای رو هم بزنید تا سایتتون به روش URL prefix اد بشه خب سایت به این روش به HTML tag اد شد اوکی برای چک کردنش پراپرتی ها today ایز خب ما سایت رو به هر دو روش ممکنه اد کردیم یعنی اول به روش دامین و بعد به روش URL prefix هر دو حالت اد شدن چندان تفاوتی با هم دیگه ندارن پیشنهاد میکنن فقط از یک مورد استفاده کنین چون وقتی بخواین دو موردش کنین بیشتر گیج میشید تا بخواید کات بگیرید یا تمرکزتون بره بالا مگر در پروژه های فوقالعاده سنگین که جدا میکنن این موارد رو تا اطلاعات بهتری جمع بری کنن وقتی که شما نصب کنید سرچ کنسول رو اول با یک محیط خالی رو به رو میشید که قطعا هر چقدر زمان بگذره اینجا پر از نمودارهای سرچ هایی که مخاطبینتون توی گوگل انجام میدن و به شما میرسند میشه باید بگم که به سرچ کنسول خوش اومدید قرار مالک یک دنیا اطلاعات راجع به سایتتون توی گوگل بشید توی این قسمت تمام بخش های سرچ کنسول رو با هم مرور می کنیم تا یک آشنایی اولیه با سرچ کنسول و قسمت هاش داشته باشیم سرچ کنسول از قسمت های مختلفی تشکیل شده که با اهمیت ترین قسمت های اون که ما بیشترین زمانمون رو باید به اونها بدیم و همینطور تأثیر بسزایی توی رتبه سایتمون توی گوگل دارن پرفورمنس، کاوریج و یار اینسپکشنه ما بیشتر وقتمون رو باید به این سه مورد بدیم و بیشترین تسلط رو هم باید روی این سه مورد داشته باشیم در کل سرچ کنسول به ما اطلاعات مختلف و با ارزش زیادی رو میده و اگر بخوایم بگیم به طور کلی ما توی سرچ کنسول راجع به دو تا چیز صحبت میکنیم یک راجع به کلمات اینکه سایت ما با چه کلمات کلیدی توی گوگل ورودی میگیره و رتبه داره و برای چه کلمات کلیدی باید بیشتر کار کنیم تا رتبهمون بیاد بالاتر و ورودی بیشتری بگیریم دو صفحات اینکه وضعیت صفحات ما به لازم اینکه اروری داشته باشه یا خطایی باشه چطوریه و آیا گوگل تاییدش میکنه و دوم رتبه صفحات سایتمون توی گوگل و کلمات کلیدی که اون صفحه داره باهاش ورودی میگیره خب بریم سر معرفی قسمت های سرچ کنسول قسمت اول یک نمای کلی از تمام بخش های سرچ کنسول میده در واقع مهمترین قسمت هاش این که میبینید الان خالیه دلیل برای اینه که ما تازه ات کردیم سرچ کنسول رو و زمان میبره تا دیتا جمع بشه ما در کنار این دامنه تستی یه دامنه دیگه داریم که آموزش رو, رو اون میریم و این مدت بیشتری فعالیت داشته و یه سری دیتا جمع شده روی این آموزش میدیم خب توی این قسمت یه نمای کلی ما از وضعیت سایتمون داریم از های مثل پرفورمنس، کاوریج و اکسپریانس که حالا دوباره هم این موارد رو این قسمت مرورشون میکنیم قسمت اول و مهمترین قسمت سرچ کنسول یعنی پرفورمنس تمام اطلاعات مربوط به سایتمون و صفحاتمون رو درباره ورودی هایی که داریم از گوگل میگیریم و کلمات کلیدی رو اینجا بهمون به میده که بعد حتما یعنی بیشترین تایممون رو هم به این اختصاص میدیم برای آموزش دیدن اینکه ما با چه کلمات کلیدی داریم ورودی میگیریم و رو سایتمون میاد و نمودارهای تعداد دفعاتی که سایت ما داره دیده میشه توی گوگل و کلیک میخوره در بازه زمانی خاصی که میتونید تعریف کنید قسمت دوم URL inspection زمانی که میخواید یک صفحه جدید رو به گوگل معرفی کنید یا یک صفحه رو چک کنید ببینید آیا خطهایی از دید گوگل داره یا نه این گزینه معمولا برای زمانی مفیدی که شما میخواید یک صفحه جدیدی رو معرفی کنید یا محتواتون رو آپدیت کردید و میخواید به گوگل معرفی کنید بگید ربات های گوگل بیاید صفحه منو ببینید چکش کنید دوباره و به من رتبه مجدد بدید از URL inspection استفاده می کنیم کاویرش، اهمیت خیلی زیادی توی بحث SEO داره و وضعیت ایندکس صفحاتمون رو توی گوگل بهمون میگه سایت مپ معرفی نقشه صفحات سایتمون به گوگل برای اینکه ربات های گوگل بتونن بهتر صفحات سایتمون رو ایندکس کنن الزامی بر اینکه شما سایت مپ داشته باشید نیست ولی خیلی بهتره که سایت مپ رو داشته باشید ریمووال زمانی که بخوایم یه سفر رو حذفش کنیم از تو نتایج گوگل قسمت اکسپریانس نمره و اطلاعاتی درباره تجربه کاربر از بازدید از صفحات سایتمون به ما میده که به موارد مختلفی هم بستگی داره و میتونه بسته به سایت گذینه هاش متفاوت باشه کورو <Vitals> وایتالز گزارش از سرعت لود صفحاتمون توی دکستاب و موبایل به یه چند تا پارامتر خاص وابسته است که از جمله میتونیم بگیم به LCP وابسته است با گوگل پیج اسپید میشه چکش کرد و به این مورد هم میرسیم موبایل یوزیبیلیتی که کاربر پسند بودن سایتمون برای کاربران موبایل این مورد خیلی اهمیت داره به خصوص تو سال جدید برای گوگل اما این رو هم بگم شما اولویتتون باید باشه بخش پرفورمنس و کاویرش اینها خیلی بیشتر اهمیت دارن و بعد موارد دیگه قسمت اینهانسمنت این قسمت بسته به محتوای سایت میتونه متفاوت باشه و وضعیت ریچ ریزالت هایی رو که ما ثبت کردیم توی نتایج گوگل بهمون میگه این ریچ ریزالت ها رو هم از روی یک استراکچر دیتا ها میخونه و توی نتایج گوگل نمایش میده اینکه ریچ ریزالت چیه و چه مواردی داریم مثل بریت کرامز یا ریچ سنیپت و حتی پروداکت که اینجا نیومده و میگم بسته به سایت متفاوته در ادامه آموزش مرور میکنیم با هم دیگه قسمت سیکوریتی اگر از طرف گوگل به هر دلیلی جریمه بشید و یا مشکل امنیتی واسه سایتتون پیش بیاد این قسمت میتونید ببینید مشکل رو و رفعش کنید قسمت لگیسی tours یک سری اطلاعات بیشتر در رابطه با سرچ کنسول سایتمون بهمون به میده و در اختیارمون میذاره مثل تعیین کشور مبدا و زبان مبدا سایتمون قسمت لینکس تمام لینک های داخلی و خارجی سایتمون رو بهمون به میده این قسمت هم جز به قسمت های مهمیه که هر چند وقت یک بار باید چکش کنید که بیشترین لینکی که مثلا به یک صفحه از سایتتون رفته کدوم هاست و بیشترین لینک خارجی که گرفتید و انکر تکست هایی که گرفتید کدوم هاست رو میتونیم از این قسمت چکشون کنیم توی قسمت ستینگ اطلاعاتی مربوط به حساب کاربری پراپرتی اضافه کردن دسترسی جدید وضعیت کراول صفحاتمون و یه سری اطلاعات دیگر رو میتونیم به دست بیاریم و یا تغییرشون بدیم یه سری آلارم ها هم گوگل بهمون میده که از این قسمت میتونیم ببینیم و آخرین مورد این علامت سال کوچیکه که هر جایی که بزنید اطلاعات اون صفحه رو بهتون میده و راهنماییتون میکنه اگر که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید قطعا خیلی این قسمت وسطون مفیده و هر جایی که گیر کنید یا نیاز به اطلاعات کامل داشته باشید کافیه که این علامت سوالو بزنید